هویتش، شخصیتش به همین موازی است که خود او با صریح‌ترین بیانها اونها را بیان کرد. همینها بود که دنیا را تکان داد، همین موازی صریح بود که توده‌های عظیم را مشتاق ملت ایران و بسیاری را پیرو ملت ایران کرد. ما نمی‌شود به خاطر اینکه زید و عم از امام خوششون بیاد مواضع امام را پنهان کنیم یا پوشیده کنیم. و به خصوص به جوانها عرض میکنم برید وصیت‌نامه امام را بخوانید. امامی که دنیا را تکان داد، امامی است که در این وصیت‌نامه منعکس است، در این آثار و گفتار منعکس است. مبانی امام در اینها منعکسه. مبانی امام در اینها منعکسه. وصیت این جانب به حوزه‌های مقدسه علمیه آن است که کراراً عرض نمودم که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بسته‌اند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می‌نمایند و یکی از راه‌های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها با اعمال ناشایست و اخلاق و روش انحرافی است و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن خود را در بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل و علاقمند نمودن آنان را به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. و می دانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های مختلف از ملیگراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی 30-40 سال با مشی اسلامی و مقدس معابی با صبر و بردباری در میان ملت ها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام می دهند.